ایدز از آغاز پیدایش در دهه 80 میلادی تا کنون 35 میلیون نفر را به کام مرگ کشنده و 37 میلیون نفر نیز هم اکنون به آن مبتلا هستند. اما به تازگی دومین و سومین بیمار مبتلا به ایدز از این بیماری نجات پیدا کردند. دومین مردی که درمان شده بود با نام بیمار اهل لندن شناخته می شود. این نام از تیموتی براون آمریکایی با عنوان بیمار برلینی گرفته شده، یعنی نخستین فردی که از ویروس HIV جان سالم به در برد. براون در سال 2007 در آلمان تحت همان درمان قرار گرفته بود. بیمار اهل لندن در سال 2003 با آغاز بیماری ایدز و در سال 2012 با تشخیص همزمان آن با سرطان خون مواجه شد. این بیمار در سال 2016 توسط تیم پزشکی پیوند مغز استخوان انجام داد. این آخرین شانس او برای زنده ماندن بود. فرد دهنده مغز استخوان دچار یک جهش ژنتیکی مقاوم در برابر ویروس HIV بود. حدود 3 سال پس از دریافت سلول‌های بنیادین مغز استخوان و 18 ماه پس از مصرف دارو با انجام آزمایش‌های بسیار دقیق نشان داده شد که هیچ اثری از عفونت ویروسی HIV در بدن بیمار اهل لندن وجود ندارد. گرچه کارشناسان می‌گویند هنوز مشخص نیست که جهش ژنتیکی تنها راه حل خلاصی از ایدز باشد. گزارش بیماری بیمار اهل لندن در مجله علمی نیچر و کنفرانس پزشکی مطرح خواهد شد. او از تیم پزشکی درخواست کرده تا نام، سن، ملیت و سایر اطلاعات شخصیش فاش نشود. دو روز پس از اینکه پزشکان ادعا کردند دومین بیمار مبتلا به HIV از این ویروس رها شده، محققان هلندی گفتند این عفونت را از بدن یک بیمار دیگر پاک کردند و این احتمال وجود دارد که چهارمین و پنجمین بیمار نیز به زودی درمان شوند. در حال حاضر دو بیمار دیگر تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفتند و هنوز در حال استفاده از داروهای ضد ویروسی هستند. اگر این دو بیمار مانند سه بیمار دیگر به این نوع درمان واکنش دهند، به طوری که ویروس HIV به طور کامل در بدن آنها ریشه‌کن شود، امید جامعه پزشکی به درمان این بیماری مهلک افزایش می‌یابد و محققان می‌توانند با اعتماد به نفس بیشتری بگویند که درمان ایدز را واقعاً پیدا کردند.